بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران. اعیاد شعبانیه، ولادت با سر سعادت مولا الکونین حضرت ابا عبدالله الحسین و قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس و همچنین ولادت با سر سعادت حضرت سید الساجدین زین العابدین حضرت علی اکبر و ولادت با سر سعادت قطب دایره امکان حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان سلام الله علیهم اجمعین رو خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنیم. دومین شب از همایش مهدویت و فرقه های زاله رو در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. در امشب توفیق پیدا کردیم در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا هزار باشیم و انشالله در طول برنامه با مطرح کردن سوالاتمون از بیاناتشون هممون انشالله بهره‌مند خواهیم شد. من یه معرفی کوتاهی از جناب آقای دکتر داشته باشم و بعد انشالله در خدمتشون خواهیم بود. جناب آقای دکتر علیرضا هزار دارای دکترای الهیات از دانشگاه ICIS لندن و دارای حدود 45 مقاله و 18 کتاب در موضوعات مربوط به دین، تربیت و روانشناسی می باشند. از کتابهای جناب آقای دکتر در تقاطع دونیستی، آتش در بیشه اندیشه ها، شرحی بر عهدنامه مالک اشتر و دائرة المعارف عیسی ابن مریم. جناب آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و بسیار ممنون و سپاسگزاریم از این که دعوت این مجموعه رو قبول فرمودید و به این برنامه تشریف آوردید. در ابتدا تقاضا میکنم سلامی با حضار داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سخن خودم رو با تقدیم سلام و احترام و ادب محضر شما برادر بزرگوار و یکان یکان حضار گرامی آقایان و خانم های محترم آغاز می کنم. انشاءالله دقایقی رو که در خدمت شما هستیم آکنده باشد از بهره های علمی و دانشی مدد حجت خدا انشاءالله. انشاءالله. جناب آقای دکتر، بحث در رابطه با مهدویت و معنویت هست. در جامعه که زندگی می کنیم همه مردمان به دنبال معنویت هستند. راه پیدا کردن حقیقت در میان این حیاهویی که الان در جامعه هست چی؟ جناب رفوگران عزیز، من یک قدم عقب‌تر از این پرسش با اجازه شما قرار میگیرم و بحث رو از اونجا آغاز میکنم، چون عنوان اصلی گفتگوی دوستان و متولیان در این مکان مبارک بیت العباس علیه السلام مهدویت و فرق زاله هست. من یه تعریفی از فرق زاله ارائه بدم شاید به کار کل بحث هامون بیاد. وقتی میگیم فرقه زاله، دوستان به طور خاص به دنبال یک عنوان و تایتل خیلی پررنگ و اصطلاحاً علم نباشن. یعنی وقتی میگیم فرق زاله، خب میشه موریم فرض کنید شیطان پرستی، میشه موریم فرض بفرمایید بهائیت، میشه موریم وهابیت، خب چند تا دیگه در عدد انگشتایمون محدود میشن. یعنی شما ببینید مجموع فرق زالهی که بحث میشه از اینها بیشتر فراتر نمیره. آیا ما با این فرق زاله فقط مواجه هستیم یا فرق زاله به عنوان یک کلی اصطلاحاً که ممکنه من هم در این زلالت درگیر شده باشم؟ فرق زاله رو اجازه بدید اینگونه تعریف بکنیم که بعد بپردازیم به فرمایش حضرت عالی که در این حیاهو، در این از هر طرف صدایی و سری و سخنی، ما چگونه حقیقت رو و معنویت رو پیدا بکنیم. فرق زاله خود زلالت و زلات با رزه و اون با سادزاد به معنای لغزشگاه ها و گمراهی هاست. من در هر قسمتی از قسمت‌های زندگیم، در هر شأنی از شؤون زندگیم که نتونم حقیقت رو پیدا بکنم، دچار یک زلتی شدم، دچار یک لغزشی شدم. و این لغزش اگر مانایی و پویایی پیدا بکنه، ممکنه من به زلالت و گمراهی خدای نکرده دست پیدا بکنم.
اصطلاحاً مقوله به تشکیک این مسئله، مقوله به تشکیک این علم و جهل میمونه. ما تو این جهل، تو این جلسه هممون علما هستیم که کنار هم نشستیم، کما اینکه هممون جهلا هستیم کنار هم نشستیم. درجه علم ماها و درجه جهل ماها با هم متفاوته. در موضوعات مختلف من ممکنه در رشته ای عالم باشم، به مناسبت در اون رشته که شما عالمید بنده جاهل باشم و همینطوری به دبستان داره. ممکنه در شأنی از شؤون زندگی من هدایت پیدا کرده باشم، اما در شأنی از شؤون زندگی چون به سراغ اون حقیقت نرفتم ضلالت پیدا کرده باشم. پس وقتی که بیت العباس علیه السلام تایتل میزنه، بنر میزنه در ایام مهدویت که بحث از مهدویت و فرق زاله، بحث بروندینی فقط نیست که اینجا دوستان اساتید کنار هم جمع میان که نقد بهایت بکنن، نقد شیطان پرستی بکنن و نقد و نقد و نقد. ما بیش از هر کسی نقد خودمون رو میخوایم انجام بدیم. اگه از شیطان پرستی نام میبریم به عنوان یه تمثیل، نه به عنوان یه تعیین که فقط اینان، خب پس من که الحمدلله شیطان پرست نیستم، بهایی هم به لطف خدا نیستم، بهایی هم نیستم، پس الحمدلله من راه پیدا کردم. نه، اونا تماثیلی هستن که بعد من به زندگی خودم برمیگردم. در شؤون و ساحتهای مختلف زندگی من چقدر به معنویت و مهدویت و خدای نکرده به ضرورت ممکنه دسترسی پیدا کرده باشم. در طول سال تمام جلسات و هیئت‌ها و مراسم و بحث‌ها و گپ‌ها و گفت‌هایی که تشکیل میشه برای رهاندن کسانی مثل بنده است از زلالت‌ها و مزلات و زلات، برای برون رفت از اینها و رهیافت به هدایت‌ها. این مقدمه رو گمان می‌کنم لازم بود اشاره بکنم. در طول جلسه هم انشاءالله قدری در حوزه این با هم صحبت می‌کنیم. بله، واقعش فرمایش شما کاملا درسته. دوستانی که اهل سرچ های رایانه‌ای و اینترنتی هستند، اهل استخبارند، از این روزنامه به اون روزنامه، از این ژورنال به اون ژورنال، از این مدرسه از این اسکول به این دانشگاه به این، میدانن ما تو جامعه زندگی میکنیم، یعنی این ربع مسکون، این عالم، این گلوبال، این فضای جهانی که هر کسی یه ویترینی گذاشته، یه بساطی پهن کرده، کالای خودش رو ارائه میکنه. کسی هم حراج نمیکنه، اتفاقا خیلی هم خودخواهی دارند، خیلی هم گران میفروشند. حراج نیست، بلاش نیست، کاملا هم هزینه پاش دریافت میکنه، اما میفروشند، ارائه میکنند. به تعبیری ما میتوانیم این عالم رو تشبیه کنیم به یه مختبر، به یک آزمایشگاه. اگر این تمثیل رو نمیپسندید، من این تمثیل رو به کار میبرم. این عالم یه ویترینه، هر کسی کالای خودش رو ارائه میکنه. گمان هم نکنید ما تو جامعه، باز هم عالم رو مثال میزنم، بی معنویتی زندگی میکنیم. اتفاقا عالم پر از معنویته. خطا در خطاهای معنویت هاست، یعنی اونی که اون معنویت میدانند معنویت ندارد و معنوی نیست. و الا هر کسی میگه آقا بیا من به تو بگویم تو چگونه حرکت کن که به پارادایز برسی، به ملکوت برسی، بهشت برسی، انسان خوبی بشی، زندگیت خوب باشه. امریکا هستید یه جور تبلیغ میکنن، اروپا هستید یه جور تبلیغ میکنن، تو آسیا در سرزمین های بودیست میری یه جور تبلیغ میکنن، در امریکای جنوبی یه جور تبلیغ میکنن، در همین خاورمیانه یه جور تبلیغ میکنن. شما تو این عالم هیچ مملکتی رو پیدا نمیکنید که توش معنویت نباشه. و هر کسی که به دنبال معنویته به کام او چیزی مینوشانند و چیزی میخورانند. اتفاقا این فضا مال امروز هم نیست، همیشه بوده، همیشه بوده. گمان میکنید در عصر قبل از اسلام در جاهلیت معنویت خبری نبود؟ چرا بود؟ اونها هم روش خودشون رو برای معنویت داشتن. پیامبر خدا به اونها چه فرمود؟ فرمود لکم دینکم ولی دین. اینجا دین به معنای شریعت نیستا. این یه پرانتز کوچولو باز کنم. از این سوره مبارکه الکافرون و از این آیه شریفه گاهی اوقات ادعی طراری میکنن، شیادی میکنن، میگن پس پلورالیسم دیگه، همه چی درسته. پیامبر داره خودش میفرماید که دین شما مال خودتون، دین منم مال خودم، من اصراری بر تغییر دینتون ندارم. تو هم همینطور، میخوای مسیحی باش باش، یهودی باش باش، شیطان پرست، منم مسلمانم. اینو میفرماید این آیه؟ نه، اینجا دین به معنای روشه، نه به معنای شریعت. لکم دینکم ولی دین، یعنی
هر سازی میخوای بزنی بزن، به اون مسیری که میخوای بری برو، تو گوش که نمی کنی سمون بکمون امیون فهم لا یبصرون و لا یعقلون. دین به معنای شریعت نیست توی این تعبیر. در اون دوره هم ادعی تبلیغ معنویت میکردن، اما معنویتی که او گمان میکرد معنویت است. راه پیدا کردن حقیقت، مثال بزنم، این شمایی که توی یک بیابان قرار گرفتید و قرار این بیابان رو عرضش رو طی بکنید، به شما میگن که توی این بیابان کلی دایاموند هست، کلی مرجان هست، الماس هست، بریلیان هست، البته کلی هم شنماسه و خاک هست، کلی هم کلوخ هست. شما باید مسیر رو طی بکنی اولاً، باید بریلیان ها رو جدا بکنی ثانیاً، و باید مراقب خلط و امتزاج اونها با ماسه ها هم باشی ثالثاً. راه این مسیر چیست؟ اولاً حرکته. نباید بگیم اوه پس حالا که بین این الماس ها و بین کلوخ ها اختلاط وجود داره، پس من عطا رو به لقاش بخشیدم، اصلا من نخواستم این بیابان رو بپیمایم، ما تکان نمیخوریم. نه نه نه، باید حرکت کرد، باید حرکت داشت و باید زرنگی و کیاست داشت. این یکی. نگم که پس من چون تو عالمی سراغ دارم زندگی میکنم که از هر دری سخنیست، پس من اساس حرکت نمیکنم، به سراغ معنویت نمیرم. نه، باید رفت، باید نهراسید، باید شجاعت داشت، تحور داشت. دو، چه چیزی ما تو این بیابان نیاز داریم؟ چشم و چراغ. کفش برای حرکت، پا برای حرکت و دل برای جرأت و چشم و چراغ. چشم و چراغ در این بیابان به من کمک میکنه برای دیدن و برای محک زدن. دوستان شاید بدانند، کسانی که در شغل نقره‌گری یا زرگری هستند، یه مایه‌ای مثلا داره طرف وقتی برایش طلایی رو میارن یا نقره‌ای رو میارن، اون مایه مایه جلاسنج و محکزنی است که واقعا طلا رو از متلا جدا میکنه، تیزاب به تعبیر دوستمون. اون چراغ این هاست، چشم داره، اون چراغشه. اگر چشم باشه، چراغ و تیزاب توی اون شغل نباشه به درد نمیخوره، چون چشم نمیتونه بدون این جهاز و این سلاح تشخیص بده. اگر چشم هم نباشه، اون وسیله باشه، باز به کمک نمیاد. از این تمثیل محسوس بیایم در تعبیر معقول خودمون، ما در این عالم که انواع حرف ها و سخن ها و مثل ها و مثال ها و اندیشه ها و باور ها و ویترین ها و بیا ببر رو ببر هندوانه داریم، راه پیدا کردنش چیست؟ چشممون و چراغه. چشممون که همین به اصطلاح بصر و سمع و عقلی است که خدای متعال به ما عنایت کرده. میدانی که در قرآن کریم خدا گزارش کرده است که وقتی جهنمیان رو به مؤاخذه میگیرند که چرا شما جهنمی شدید، یه جواب منصفانه میدند، میگن که اگر ما لو کنا نسمع او نعقل ما کنا من اصحاب السعیر، اگر گوشی داشتیم برای شنفتن و عقلی داشتیم برای تعقل، الان اینجا نبودیم. چون گوشی برای شنفتن نداشتیم، چون ببینید ما هممون گوش داریم، اما خیلی ها هستند با آنکه گوش دارن گوششان نمیشنود، ثقل سامعه دارن. ثقل سامعه گاهی اوقات یه بیماری است، گاهی اوقات اختیارن من ثقل سامعه دارم به دو شکل. در قرآن کریم هر دو شکلش میگوید که زمانی که پیامبر خدا در کنار کعبه برای مشرکان قرآن میخواند، پیامبر، ما تو جامعهمون میگیم خدا رحمت کنه فلان عالم بزرگوار تأثیر نفسی داشت، حرف کی در آدم اثر میکرد. ببینید یک عالم بزرگ به این حد میرسه، پیامبر اعظم و پیامبر اکرم که در اون شرافت تام و تمام قرار داره که واژه او میتونه در صخره سمای قلب من تأثیر بکنه، من رو کن فیکون بکنه، یه سخن پیامبر، یه حرف پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، این مشتکان وقتی در کنار پیامبر قرار می گرفتن به تعبیر قرآن و یجعلون اصابعهم فی آذانهم،
تعبیر اصابع هست، نمیفرماید سر انگشتاشون رو میکردن تو گوشاشون، اینقدر فشار میدادن گویی تمام انگشت رو در گوش خودش فرو میبرد که نکنه حرف پیامبر رو بشنفه. ثقل صامعه داره دیگه. گاهی اوقات هم ثقل صامعه با فرو بردن انگشت در گوش نیست، با حرامخواری است، با کجروی است که دیگه انگشتی رو در گوش خودش فرو نکرده اما اتفاقات ناپاکی رو در وجود خودش قرار داده که گوشش در واقع نمیشنوه. پس یکی از راه‌های مهم تعقل و تفکره. ما در جامعه امروز جوانانی رو نیاز داریم که در دل این حیاهوها و حجمه ها، تو دانشگاه یک شکل، در بازار و کسب و کار یک شکل، در دبیرستان به شکل دیگر، این همه حرف هایی که به سمت ما پمپاژ میشه، قبل از اینکه بگیم خب راست میگه دیگه، آقا به خدا از غیب خبر میداد، یه حرفی به من گفت که سر بود، سکرت بود، تا این حرفو میشنویم، تا یه آدم اینطوری میشنویم میبینیم، سریع قضاوت نکنیم پس از اولیای خداست. روش تفکر کنیم، تعقل کنیم. چه بسیار شراران و صیادانی که نه هر که سر بتراشد قلندری داند، خیلی از اینا ماسکه. تعقل کردن، هر کسی که پیشانی پینه بسته داشت، هر کسی که چهره‌نور داشت، ادعاش هم لزوماً ادعای درستی نیست. من اعتقاد و ادعای او رو با شریعت میسنجم. در ادامه بحث میپردازیم به فرقه های تصوفی که ببینیم چقدر جوانای ما گول خوردن که آقای دکتر به خدا اینقدر قشنگ حرف میزد، نمازش رو اینقدر خوب میخوند، اینقدر چهرش نورانی بود، و بعد رفت به جایی که نباید بره. چگونه من راه پیدا کردن حقیقت رو از غیر حقیقت و معنویت حقیقی از غیر حقیقی رو بیابم و پیدا بکنم؟ با تفکر و تعقل، با سمع، با بصر و با عقل. در پرتو چی؟ نه با عقل خودم فقط ها، چون بین عقل بنده و شما دعوا پیش میاد. عقلی که در پرتو کلام قرآن و اهل بیت حرکت میکنه. یک قاعده به دوستان بگم، اجازه بدید بگم من اولین بار این قاعده رو کی و کجا یاد گرفتم که به این شکل عرض ارادتی هم کرده باشم به اون بزرگواری که اولین بار این درس به من آموخت. خدایش رحمت کند مرحوم آشیخ مصطفی خبازیان رو، که یک تکه بود محبت به ولی خدا سلام الله علیه و استاد توانا و دستگشادی در مباحث امامتی بود. اولین باری که ما محضر ایشون درس امامتی میخواندیم در ایام جوانی در مشهد الرضا، ایشون اون حدیث، این حدیث شریف رو اون موقع ما یاد داد تو همین بحث ها. و اون حدیث شریف که امام صادق سلام الله علیه فرمود این است که امام صادق فرمود ایاکه، من آرام میخوانم که دوستانی که دارن یادداشت میکنن یادداشت کنن، ایاکه ان تنسب رجلا دون الحجه، ایاکه ان تنسبه، تنسبه با صاد صاد از نسب میاد، ان تنسبه رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال، ایاکه ان تنسبه رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. مصدر حدیث کجاست؟ بهار الانوار علامه مجلسی است تو جلد یکمش، که اسم جلد یکمش چیه؟ کتاب العقل. کتاب العقل گوینده این سخن کیست؟ ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق صلوات الله علیه. ایاکه ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. این یه فرمول دوستان گرامی، یک فرمول در واقع گلدن کی هم هست، کلید طلایی است. تمام بحث امشب ما رو این موضوع میچرخه. ترجمهش یعنی چی؟ ای بچه شیعه، ایاکه بپرهیز نکنه تنسب رجلا دون الحجه، یه آدمی رو غیر امام معصوم، غیر الحجه، الحجه یعنی امام معصوم، نکنه یه آدمی رو غیر حجت خدا ولی خدا در مقابل خودت قرار بدی، هر چی گفت بگی درست میگه. نه این کارو نکن، این حرف غلط، این حرف غلط. استاد شماست، باش،
سوال در مقابل هر کی شما قرار گرفتید این سوال از خودتون بپرسید، اینی که در من کنار ایشون هستم، امام جماعتم، روحانی بزرگوار شهرم، استاد نمیدونم دانشگاهم، حجت خداست یا غیر حجت خدا؟ ایشون امام زمانن یا غیر امام زمانن؟ چون غیر حجت خدا یعنی امام زمان سلام الله علیه، غیر او. اگه امام زمان رو در بست چه خوش به حال شما با امام زمان مرتبطید، اما اگر فرمودید نه امام زمان نیست، این حدیث برای او جاری میشه. نکنه که هر چی گفت بگید نه حق به جانب ایشونه. نه، هر کسی میخواد باشه باید رفتار او رو با چی شناخت؟ با عقل و با دین. با عقل و با دین. که وقتی یک کسی میخواد یکی رو منحرف کنه نمیگه بیا بریم من میخوام منحرفت کنم، به امید مسیر راست رو منحرف میکنه. این کسی که توی سینی یه زهر یه سیانور میذاره، به هر کی تعارف کنه که آقا بفرما زهر، میگه خودت میل کن. اما اگه این سیانور و این زهر رو توی دونه شکلات بسته بندی کنه، بگه بفرما شکلات، من به بهانه خوردن این شکلات اون زهر رو میخورم. زهر در قندی رود پس میخورند، بر امید راست کج را میخرند. این تفلک که منحرف میشن، روز اول بهشون گفتن این مسیر مسیر راست و حقیقته، اما بیچاره منحرف شدن. حالا در ادامه بحث که من مثال اصلی رو تصوفه میرسیم بهش در بحث صحبت میکنیم. شما فرمودید، خب البته عذرخواهی میکنم از حضرت عالی و همه عزیزان، اما خیلی از ماها عقلمون به چشم میمونه. همجور که فرمودید چهره طرف رو که میبینیم، نورانیت رو چهره طرف که میبینیم، بلافاصله جذبش میشیم. پس باید برگردیم به یه مصدری، به یه مأخذی. خدای متعال در این رابطه که چگونه حقیقت معنوی رو پیدا بکنیم چه راهکارهایی رو به ما آموزش داد؟ احسن، چقدر این مثال شما مثال قشنگی بود. واقعا همینطوره که ما توی جامعهمون این مثال رو دائم میگیم که عقل ما به چشممونه یا عقل مردم به چشمشونه. اینو به عنوان حسن میگیم و به عنوان عیب داریم میگیم. به عنوان عیب داریم میگیم دیگه. به عنوان عیب داریم میگیم. و بیشتر انسان‌های مسن جا افتاده پخته سخته وقتی میخوان جوان‌ها رو مثلا یک مقداری پرهیز بدن، میگن عقل جوان به چششه، یعنی ناپخته است، یعنی خامه. تا مثلا میخواد بیزینس کنه، تجارت بکنه، تا اولین گزینه رو آنم من میخوام این کارشم، میگم عزیزم همش بزن، ورزش بده، مشورت کن، رایزنی کن، این اولین گزینه آخرین گزینه نیست. بله همینطوره که ما اولا باید یاد بگیریم که به چشمهایمان اعتماد نکنیم. چقدر ما تو جامعهمون، بنده و شما داریم عرض میکنیم، ما چوب خوردیم به خاطری که به چشمهامون اعتماد کردیم. هممون اگه بخوایم میکروفونا رو جابجا کنیم، هر کدومتون قصه پر قصه و قصه پر قصه بلدید که ای آقا بیام واسط بگم که به فلان رفیق اعتماد کردم چی شد، فلانی اعتماد کردم چی شد، فلانی و فلانی فلان. چرا؟ اونا عیب نداشتن، من عیب داشتم. من عیب داشتم که به چشم اعتماد کردم، نه به عقلم. چشم ما تابع حس ماست، تابع عواطف ماست، احساسات ما با چشم ما پیوند میخوره. اما عقل من خشکی و سفتی خاص خودشو داره. تو انتخابهای مهم زندگی گفتن از عقلت کمک بگیر. چون دوستان جوان من خدمتشون هستم، مثلا دوستان گفتن تو انتخاب مهمترین رفیق زندگیت که اسمش همسر هست، گفتن هرگز به چشمات اعتماد نکن. چشم در حکم یه فانوس فقط اینجا میتونه نقش ایفا کنه. فانوس خوبیست، فانوس رو فوت نمی کنیم، خاموشش نمی کنیم، تو سرش نمی زنیم، اما فانوس چقدر مگه روشن می کنه؟ یه سوسوست و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت همین. اما تو انتخابت فقط باید با عقل انتخاب کرد. چشم و دل و عقل و جان با هم ارتباط داره. خدای متعال در قرآن کریم اولا داستان این ویترین رو
در یه آیه شریفه خیلی قشنگ بیان کرده. فرموده از کل حزب بما لدیهم فرحون. ما تو این عالم عالم احزابه، حزب 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 یعنی فرقه فرقه فرقه، جناح جناح جناح، سکت سکت سکت، قسمت قسمت، پارت پارت. هر فرقه ای، هر جناحی، هر قسمتی، هر گروهی، هر اندیشه‌ای، هر باورداشتی، هر نهله ای، هر مله ای به اونی که دارن چیان؟ فرحونن، دلخوشند، فرحناکند. و چون فرحناکه هی میخواد یارکشی کنه، هی میخواد یارکشی کنه. پس ما توی عالمی قرار داریم که هی ما رو میخوان به سمت خودشون فرا بخوانند. اسلام هم داره همین کارو میکنه ها، فکر نکنید ما هم همین گونه، ما شیعیان هم، ما مسلمانان هست، ما به عنوان یه حزب در میان این احزاب فرحناکیم به آنچه که اعتقاد داریم و میخوایم هی اتفاقا بکشیم تو جناح خودمون. یک سنی که شیعه چقدر خوشحال میشیم، یه مسیحی شیعه میشه چقدر خوشحال میشیم، همه این گونه هستن. اینکه همه این گونه هستن، نه که درسته که همه این گونه هستند، داره گزارش میکنه خداوند. این میمونه که یه پزشکی بیاد به شما اینجا بگه آقا وجود میکروب و باکتری در این عالم طبیعی است، طبیعی است. اما حالا که وجود میکروب توی این عالم طبیعی است، یعنی خوبه که میکروب هم باشه؟ نه، میکروب یک چیز بدی است اما طبیعی است بودنش. یعنی توی این عالم میکروب هست، وجود داره، ما رو انکار نمیتونیم بکنیم. تو این عالم فرقه ها و نهله ها و مسیرهای متعدد و متنوع و متلون هست. خدای متعال یه راهکار مهم رو به ما می آموزد در قرآن کریم که ما در این مسیر احزابی که هر کدوم هم میگن من درست میگم، یک مسیر وجود داره که خودش فرموده اسمش هست صراط مستقیم. صراط مستقیم، مستقیم به معنای صاف نیست، ما میگیم آقا مستقیم یعنی صاف، اما مستقیم قرآن یعنی اون مسیری که دارای قوامه، مستقیم اون مسیری که ثابته، مسیری که چون کشتی بیلنگر کج میشد و مج میشد ایشون نمیشد. پیامبر خدا دینش مستقیمه، فلان عالم مستقیمه، یعنی میرسونه منو به اون هدف حقیقی. راهی که خدای متعال در قرآن خودش گزارش کرده یه راه بیشتر نیست، غیر از این هم دوستان و رفقا هیچ راهی وجود نداره. هر راهی بریم باز چون گفتن بیا میرسی، میرم و نمیرسم. راهیست که خداوند پاش امضا کرده، گارانتی داره با برند خدای متعال. اون هم آیست که خداوند فرمود در قرآن کریم. ببین ما تازه به سراغ فرقه ها و نهله ها و مسیر ها و سلوک میریم، مثلا میخوایم یه مسیری بریم که بشیم راضیتن مرضیه، هم خودمون خوشحال بشیم هم خدا خوشحال بشه، هم خودمون بپسندیم. ما بچه تر از الان که بودیم الان تو مدارس میدونم هست یه شعاری میخوندیم، خدا یا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی یا ما رستگار. این سخن ترجمه این آیه است دیگه، راضیتن مرضیه، تو خوشنود باشی راضیتن و ما هم رستگار مرضیه باشیم. اما یه راهکار خدای متعال قرآن بیشتر نشون نداده برای رسیدن به این رضایتمندی دو سویه. اون هم راهکار اینه، در قرآن کریم از قول پیامبرش به من و شما آموخت که، یعنی حرف بودن پیامبرش خدای متعال میذاره، ان کنتم تحبون الله، اگر میخواید خدا رو دوست داشته باشید یعنی بشید راضیه، فتبعونی، من پیامبر رو تبعیت کنید تا چه اتفاق بیفته؟ یحببکم الله، خدا هم شما رو دوست داشته باشه، بشید مرضیه. گام اولش راضیتن، تو خوشنود باشی و ما رستگار. ان کنتم تحبون الله، اگر میخواهید خدا را دوست داشته باشید، یه راهکار بیشتر نداره، یک راهکار یک کلمه ای هم هست، فتبعونی، فتب، این تنها راهکار ماست، فتبعونی، من پیامبر را تبعیت کنید، فتبعونی، تا چه اتفاقی بیفته؟ یحببکم الله،
خدا هم شما رو دوست داشته باشه. وقتی خدا ما رو دوست داشته باشه میشیم مرضیه، وقتی ما خدا رو دوست داشته باشیم میشیم راضیتن مرضیتن. فتبعونی، منو تبعیت کنید. تفکر و تعقل بسیار نکته مهمی است. جوان شیعه باید تو این موضوع بسیار دقیق و متسلب باشه. یعنی وقتی بیافت که فلان موضوع حقیقت است، تا پای وجود و پای جان برای او حرکت میکنه. پس راهکار قرآن جناب آقای رفوگران عزیز، اونقدر که عقل ناقص بنده میرسه، یک سخن بیشتر نیست. فتبعونی، ما هر کسی رو با باسکول پیامبر خدا میسنجیم. پیامبر خدا مساوی است با امیرالمؤمنین، مساوی است با صدیقه طاهره و مساوی است با ولی عصر. رفقا ببین من چی گفتم؟ نگفتم ملاک خوبی و بدی سلمان فارسی است، نگفتم ملاک خوبی و بدی عمار یاسره، نگفتم ملاک خوبی و بدی مالک اشتره. اینا آدمایی هن که بنده افتخار میکنم اگر روزی بتوانم خاک کف پای سلمان رو به سرم بکشم. افتخار میکنیم اگر یک تاریخ از تاریخ زندگی مالک اشتر رو بفهمیم. اما ملاک دین ما مالک اشتر نیست، امیر المؤمنین سلام الله علیه. ملاک دین من عمار یاسر نیست، پیامبر خداست. فزه خادمی صدیقه طاهره که یک نفس او مرده رو زنده میکنه ملاک دین من نیست. من حق و باطل رو از طریق فزه خادمه به دست نمیارم، از طریق صدیقه طاهره به دست میارم. بعد میگم فزه خادمه برای من در اوجه، چون تو مسیر صدیقه طاهره بود. تو عمار برای من تو اوجه، چون تو مسیر علی علیه السلام بود. و قص علی هازا، این روایت براتون بخونم با این مثالا واضح تر میشه که تو نهج البلاغه است. امیرالمؤمنین فرمود که برای پیدا کردن حق از باطل از رو آدما حرکت نکن، از خود حق شروع بکن. وقتی میخوای ببینی کدوم مسیر درسته کدوم مسیر باطله، نبگو کیا تو این مسیرن کدوم تو اون مسیرن. یعنی عقلت به چشت نباشه آیه هزار. خود حق رو پیدا کن، فعرف فی الحق تعرف اهله. اول خود حق رو پیدا بکن، بعد بگو ها این حقه، پس اینا که تو این مسیرن اینا حقن. یعنی قرمز آبی همون اول تقسیم نکنیم این عالم رو، نه، فعرف الحق تعرف اهله. اعتقاد به مهدویت و ایجاد معنویت در جامعه امروزی ما چگونه است؟ این دیگه به قول معروف لب لباب و اصل اصیل بحث ماست که ما در دهه مهدویت محضر دوستان مشرف شده ایم و صحبت از مهدویت و معنویت پیوند تام و تمامی با هم تو این فضا طبیعتاً دار. من چقدر وقت داریم جناب رفوگر؟ حدوداً 10 دقیقه. بله، عرض کنم خدمت شما که یه تفاوتی میکنه آیین شیعه 12 امامی با دیگر آیین‌ها توی این عالم. هی شما این دایره رو کوچولوتر بکنید، مسلمان‌ها، شیعه‌ها، شیعه‌های 4 امامی، 6 امامی، 7 امامی و 12 امامی و دروزی‌ها. من الان مثلاً فقط رو شیعه‌های 12 امامی است، یعنی بنده و شما الحمدلله و المنه. یه تفاوت جدی با تمام کسانی که دنبال معنویت تو این عالم هستن میکنیم. ببینید این تفاوت، میتونیم تفاوت‌ها رو 100 تا تفاوت بگیم، من دارم تفاوت اصلیشو میگم.
این این میمونه من بگم آقا فرق یه شیعه با سنی چیه، شما هی بشمول بگی اونا دست بسته نماز میخونن من دست باز، اون مهر نمیزنه. میگم عزیزم اینا که مهم نیست، اینا که چیزای کوچولو اختلافات ماست. تفاوت اصلی ما با اونا چیه؟ اینه که اونا امام رو از طریق شورا انتخاب میکنن، ما میگیم امام رو فقط خدا انتخاب میکنه. این تفاوت اصلی ماست. این تفاوت باعث اون تفاوت ها شده. اگه تو این ما با هم مشکل پیدا نمی کردیم، هیچ وقت تو داستان بستن یا باز کردن دست نماز اون مشکل به وجود نمی آمد. تفاوت های فراوانی بین شیعه 12 امامی که معنویت رو تبلیغ می کنه با دیگر فرقه های این عالم می کنند، و اون اینه که شیعه 12 امامی نمی گوید برو میرسی، می گوید بیا بریم میرسیم. خیلی با هم فرق میکنه. این یک کسی که میخواد بره اورست به او میگن برو ایشالله موفق میشی، اینم جزوه برو اورست ایشالله موفق میشی. بین اون کسی که یک رئیس کوهنوردی، یک رهبر گروه دست او رو میگیره تاتی تاتی میکنه، همپای او میاد، هر جا احساس کرد او خسته شد او میایسته، هر جا احساس کرد او کم آورد او اتراق میکنه، هر جا احساس کرد داره زمین میخوره او بلندش میکنه، خیلی مسیر فرق میکنه. معنویت گرایی در تشیع اینجوری نیست که بگن دختر خوب پسر عزیز برو میرسی، نه، میگن دستت رو به دست امام زمان سلام الله علیه بده، همراه او برو و برس. و امام زمان سلام الله علیه نه به عنوان یک نظریه، نه به عنوان یک دکترین، نه به عنوان یک اسطوره، نه العیاذ بالله به عنوان یک فسانه، به عنوان یک حقیقت، به عنوان انسان حی حاضر ناظر. که من امام زمان عزیز من میخوام آدم خوبی بشم، انسان توانمندی بشم، متقی بشم، تو منو کمک کن. ببین دوستان، زیارت خواندن در مکتب تشیع برای ثواب آموزی نیست، برای این نیست که من ثوابم اضافه شه برم حرم سید الشهدا سلام الله علیه شب جمعه تا ثواب به دست بیارم. اینا نیست تو فرهنگ تشیع. زیارت آل یاسین خوندن برای این نیست که من بخونم تا کرونومتر ثوابم اضافه بشه. من زیارت آل یاسین میخوانم برای بیعت با ولی خدا، برای دست دادن به دست امام زمان سلام الله علیه. ما ها توی کامپلیمان و گریتینگ و سلام و احوال پرسی دست به دست هم میدیم و بعد خداحافظی میکنه دستمون میفته، اما میگه دستتو تو این زیارت به دست سید الشهدا بده و اگه تو نکشی او نخواهد کشید. اگر کسی خدای نکرده دستش از امام زمان جدا شد، خودش جدا کرده، ولی خودش جدا نمیکنه. در بدترین شرایط ممکنه آدم آلوده ای مثل من باشه، ناسالم، اما میگه نه، من در این ناپاکی دست دست امام زمان جدا نمی کنم. یه سارق ممکنه باشه، یه آدم گناهکار باشه، آقا من با این که میدونم دستم دست کجه، دستم دست سیاست، دستم دست مجه، یه دست بی خودکیست، اسمش دسته، اما من دستمو نمی کشم. در این تو روایت دیگه هیچگاه از ما اهل بیت جدا نشید. این هیچگاه یعنی چی؟ کان ما کان و کان من کان، هران که هستی و هران که هستی. شما مداهان معلم بزرگوار اینو زیاد میخونید، هران که هستی بازا. این هران که هستی یعنی چی؟ آقا تو حق نداری به جرم این که فکر کنی گناهکاری بگی آقا نه منو به امام زمان کاری نیست. ما تو هر شرایطی برای مسیر حرکت با ولی خدا ارتباط داریم. شلمقانی اگر غلط کرد و منحرف شد او جدا کرد، و حتی این آدم ناپاک اگر بر میگشت و توبه میکرد باز ولی خدا او رو قبول میکرد. شما تو این عالم ظالمتر از حور دارید؟ خطاکارتر از حور دارید؟ چه دستی خطاکارتر از دست حور؟ دستشو با دست حور
نه والله نمیشه مقایسه کرد. اون زمانی که ریسمان اسبشو گرفته بود و نذاش حجت خدا از اون مسیر حرکت کنه، فرمود باید، گفت باید باش، من اجازه عبور به تو نمیدم. اما اگر حر هم که باشه، دستشو به دست امام زمان خودش دراز کرد، گفت حلی من توبه، بر تو هم بیا، برای تو هم جا هست. اتفاقا من میگم وجود آدمهایی مثل حر توی این عالم به من شجاعت و تحور میبخشه. معنویت برای همه ماست. فکر نکنید وقتی این بحث به نام معنویت و مهدویت مطرح میشه، یعنی ما داریم اینجوری درباره یه سری آدمایی صحبت میکنیم که خیلی تو مسائل اخلاق و عرفان و نماز و زهد، نه، درباره خودمون داریم صحبت میکنیم. یعنی معنویت من تو دکانم، معنویت من تو مغازم، تو دبیرستانم، تو یونیورسیتیم، توی محل زندگیم، یعنی هر جایی که من دارم زندگی میکنم به درصد و درجی از معنویت نیازمندم. اون درصد تو چی معنا میشه؟ اینکه من تو این کارم، تو این جایگاهم، با امام زمانم چه پیوندی دارم. پس من و شما تو هر قسمتی از زندگی قرار داریم به برکت این ایام تلاش باید بکنم یک ارتباطی رو با امام زمان سلام الله علیه داشته باشم. این بهترین پلکان برای معنویت. اگر عمری بود نوبت بعدی من اینو بیشتر بازش میکنم که چگونه میشه با زیارت آل یاسین به معنویت کلانتر دست یافت، چگونه میشه با خواندن زیارت عاشورا به بالاترین معنویت ها دست یافت. تو نگاه من فلان عارف خیلی اهل معنویت یا علامه امینی، تو نگاه من و من و شما مالک اشتر تو اوج معنویت و عرفانه، یا فلان شخصی که فقط در یه غاری اهل زهد و عبادت و بندگی بود، اتفاقا میتونست 4 مریضم خوب کنه. این بحث رو باید با هم انجام بدیم انشالله، اگر عمری رفیق شد. انشالله. بسیار ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای دکتر. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همه سروران عزیز، چه آقایون چه خانم هایی که تو مجلس شرف و حضور دارند. همه شما عزیزان و بزرگواران رو به خدای متعال می‌سپارم. با دعا برای فرج امام زمان، سلامتی وجود نازنین اون حضرت، صلواتی بلند خواهد.